نازنین خدا کنه که جور و سلامت سر حال باشین. فعلا در مسیر سرک کابل قندهار هستیم. قسمی که میبینین دیگه ماشاءالله همه تا قریزی جانانه جریان داره و ما آمدیم که از این ساحه بر شما گزارش ویژه تقدیم کنیم. ما فعلا در ساحه وردگ هستیم. اینجا را به نام افتاسیا نام میگیرن. دیگه ماشینری انجینر صاحب و کارگرا همش مصروف کار هستن و فعلا یک راه موقتی جور کردن به اوسم به خاطر عبور و مرور موترها که از کابل میان به قندهار هرات میره و برعکس کابل و میدانچهار و به می مسیر موترهای که رفت آمد میکنه و او را موقتی جور کردن. فعلا دیگه اینجا ماشاءالله خیلی قریزی اساس جریان داره. شما مت تصاویر را ببینن دیگه انشاءالله باز هم به پیش که رفتیم صحبت با انجینر صاحبا و دوستا می داشته باشیم.
سر قیریزی شده خوش هستی نیستی؟ نه بابا اصلا خوش نیستم. چرا؟ همش کشتش تباه کرد. چی را تباه کرد؟ کشتش. نه سایکوی سرک چقدر وقت خراب بود، حالا این از شیشه واره برا جور کردیم. از ایوازه که بگوی شکر است. خدا کنه دوباره خراب نباشه. انشالله انشالله. این ساحه چی نام داره؟ افتاسیا. افتاسیا. افتاسیا در کجا است که بریم ببینیم؟ از اینجا افتاسیا است تا پایین. نامش مربوط کجا است؟ وردک؟ مربوط وردک است، ولسوالی سیدآباد. خب ششقلا در کجا است؟ ششقلا بالا است. خب اینجا است که افتاسیا. افتاسیا. خب خود از این افتاسیا بالا لوله است. خب این بالا ششقلا است. خب نظر از خدای دیو بخا. خب این قریزی دیگه نه جریان پیدا کرده، دیگه سرک پخته میشه ان شاء الله. توکل به خدا که سرک مکمل تا قندار و هرات پخته شوه ان شاء الله، که بر شما سهولت شوه، بر همش مردم سهولت میشه. برو تو یک چند نالسه بیار از امی باقا. باش چش بخیر باشه. خب دوستا دیگه قسمی که میبینن ماشینری ها در حال کار هستن، پیشم موتورایی که قرار است قیر آماده را بیارن و پیش است انشالله اونجا هم خود رفتیم ما را همراه باشه. خب دوستای عزیز گزارش ما ادامه داره، قسمه که میبینن دیگه اینجا هم دوستای ما مصروف کار هستن دیگه. امیدوار هستیم که ما را تا پایین بیننده باشین دیگه. همه تو با پیش میبریم ببینیم که دیگه چی کارا جریان داره. برو دیگه سرعت برو. السلام علیکم استاد جان، جور هستی؟ جور هستی بخیر. جان جور شد من خیر خیرت. شکر شما. توارا با جان ما گرفتی؟ نه. مرا میزنی؟ نه. چی میکنی اینجا؟ اینجا کار سرک سازی. قریزی است. وظیفه خودت چی است؟ وظیفه ما که است کیبل کش میکنی. کیبل کجا را؟ کیبل بغل سرک که تیم تازه به خاطر ماشین. به خاطر ماشین. بله. از کجا امروز شروع کردن تا کجا دیگه میره این سرک بخیر؟ امروز صبح که شروع کردیم 1 کیلومتر تقریبا تالی رسیده. رسیده خب. بسیار خوب. انجینر صاحب کجاست؟ انجینر صاحب اینجا است. این انجینر صاحب اینجا است. برو تو بخیر مرا دستک. انجینر صاحب سلام علیکم. وی موبایل دیم ول ویدو. صدیکه ده بخیره. صدیکه ده بخیره. هتل پر ولر هتل. سال احوال ده بخیره. تکای بخیره. اول ده نو مبارک راو پیژن او څنګه ده کاروبار؟ مننه خیر زدمانم. انجینر نصرت الله امیری مشهور په وردګ امیری چې ان شاء الله ټول خلک می پیژني. ښه ډیر ښه. مننه او دلته کوم څه کوم څه کار شروع کړی دا کوم ځای ته رسیدلې لخه عزیز د کالون موږ کار شروع کړای دی. بله او فعلا موږ په 9.5 کیلومتره کې اسفالت ونه او بیس کورس خو د سلطان خیل سره تا 6.5 کیلومتره تر رسیدلې دي. بله او پلچک چې خراب و هغه یو سل شپږ درش پلچکونه وو چ هغه د سیدآباد پورې رسیدلی دی او د شاوخوا بکفلنګ او پورکاري روانه ده انشاءالله. بسیار خوب. از کابل تا خود قندار یا هرات چقدر شرکت ها در این سرک مشغول کار هستند؟ طبق معلومات ما 16 شرکت کار میکنه. 16 شرکت که از او جمله یک شرکت شما است؟ یک شرکت ماست به نام شرکت باختر پروان که 40 کیلومتر مسئولیت شما داریم. 40 کیلومتر. بله. چند ماشینری است؟ چقدر کارگر نیروی کاری است؟ 137 ماشینری، لودر و بلدوزر و موتورای دمگرک و گریدر و رولا و پیوارا و پی تی آر تندم، ماشین های ساختمانی مربوط سرکسازی اینجا 137 ماشینری کار میکنه و تقریبا 600 نفر به شکل مستقیم شامل کار است. غیر مستقیم شاید زیاد باشه. خب کسایی که از قریه و قریجات از وام شامل کار شده؟ بله بله، کسایی که اینجا از انجینرها ما از این منطقه داریم که خود ما از این منطقه هستیم. بله. از منطقه سیدآباد قریه سنخیل. بله. و اینج... کارگرا و پرسنل ما از هر ولایت، از هر منطقه، از آره، ازبک، تاجک، بله، پکتیا، خوست، وردگ، از هر جای اینجا مشغول کار است. بله. بیا برای ما بگو انجینر صاحب که لای اول قیر است یا دوم است؟ یکی است اول زیاد مردم پرسان میکنه میگه کی کار چرا مثلا پسان یا بکندی پیش میره. بکندی پیش نمیره. این نمی سرک سکشن ما که است تقریبا 7 مرحله داره. بله. که یک اسپالت ریموال است، سب گرید پریپریشن است، 2 لیر سبیس داریم، بسکورس داریم، 3 لیر بعد از او اسپالت داریم که حالا شما میبینین اینجا ای تی بی خلاص شده و لایه دوم بندرکورس جریان داره که ما یک لایه دیگه داریم که بسیار
بسرعت خلاص میشه، ما به او تشویش نداریم. و دیگه انشالله تا با رسیدن زمستان ما با سکشن دیگه که در پل سیدآباد است وصل میکنیم انشالله. بسیار خوب. از کسایی که در این را موتر دارن، مسافرین هست، از وا چی تقاضا داری، چی باید کنن، پیامت برشان چی است؟ پیام ما اینمی است که همراه ما هم کاری کنند. چون شما شاید خبر شده باشین که ما اینمی جا کار میکنیم، در بسکورس ما موترهای تکسی بالا میشه، کلان بالا میشه. بله. که خراب میکنه برای ما، روزها کار دیگه پیدا میکنه. بله. باید هم یک دو ماه دیگه، دو نیم ماه دیگه که ما حوصله داشته باشه، چون این شما میبینید که ما 21-22 کیلومتر برای ترافیک باز میشه سبا و باز است، یک دو کیلومترش باز نیست که صبح پردا پس پردا باز میشه. از وا خواهش ما اینمی است که مزاحم کار ما نشود، چون ما اینجا وقتی که ما کار میکنیم شب که به ساحه رخصت میشیم، صبح میایم متراش بالای ساحه که ما کار کردیم بالا میشه سر به خود اونا کار ما را خراب میکنه. موانع مانده باشین، موانع در میاره من شما میبینین اینمی سنگا را ما به خاطر از یان داختیم. بله. اینمی جایی که ما لودر میاریم یک سی کارگر مذهب ساختیم که اینمی سرک سنگ بانه مواظبت کنه، بازم میایه زورواکا میایه برادر مردم دیگه هم کمک نمیکنه. بله. میایه بالای کار ما یک دو روزی دیگه کار برای ما پیدا میکنه که باعث سکندی کار شده. و بعد از اینکه سرک مثلا ما در دسترس از یا قرار داریم، مهمترین خواهش ما از امیا اینمی است که باید امی کار ما را امی مراقبت نه تنها وظیفه ماست، از تمام ملت است. بله بله دفعه. باید از مراقبت بسیار کوشش کنه. یا توکل به خدا. انشالله که ما به مردم خود اطمینان میتیم کار که به این کیفیت میشه، چون خودم 21 سال تجربه در سرک سازی دارم. بله. کار شده که در طول 20 سال 25 سال اینمی تو مواد با این کیفیت نشده. قربانت انجنر صاحب جان، تشکر. سلامت باشی، با عزت باشی. این ما پیشتان آمدیم، شما خونه آمدید. چی میکردین؟ بله سلامت باشین، تشکر یک جان. بخیر باشین. اینمی زورواکار هر کسی که بود برای ما زنگ ده که ما غلی که در ویدیوش را بگیرم. بازپرتم به مردم بگویم قضاوت به دست شما. این ویدیوش را روان بگو که ما تکسی هایی که کسایی که مثلا قدرت داراست که در سرک میگردم، ما ویدیوش را داریم که حتی ما را تحقیق میکنه. ما را روان بگو که بشاروال صاحب وزیر صاحب فواید آمه به تمام ارگان ها روان کنیم که انشالله جلوش گرفته شد. قربانت جناب صاحب، سلامت باشی، تشکر. تاسونم ستره ماشی خیر روز بنده و نوم مبارک. نوم رحمت شاه غورزنگ ده پکتیا ولایت د زرمت ولسوالی اوسیدون که ما ډیر خو وظیفه ډیروار یم د پیټیار د غزنی کوتل نم دا سرک را شروع کړی د اسدابات ل پل سره وصله وو. بله. ایثار په 15 بجو کار شروع کو، شپې تر 9 تر 10 بجو پر کار کو. ماشاءالله. په دې خاطر باندې د موږ هیوادوال ډیر وران سي دي، د غټو موټرو دی وړو موټرو ډیر په تکلیف دی په دا خامل ارکیزي. نو موږ خپل انجینر صاحبان نه نیولې تر اخرین کارګرو پرې تر اوس ډیر ورانو پرې موږ ځانونه په تکلیف وو. سدا سرک په خیر سره زرخ لاسی او دوغو خلقو مشکل حل سی انشاءالله. اوز مخ انجینر صاحب ویلی دلتا زور وکان تاکسیان پا ده پوخ سرک چه نوی جوړ شوی گرزی را گرزی، ولی تا دا بریتو نایی خیطان هم نداری گی دوی؟ بریتو خبر ندا برای خام خواه باید مگر دیر گزاره و که دا خلق لمگر سر دیر گزاره و که پویسوی مقصد سپاخه سرک تراوان خیزی دی مگر کار را خراب نکی. یو ساعت دیس په خامه کې ولاړ سي د موږ ټول ورځ کار په مخ باندې سي، او که دیسې دې پاس پاخه سړک ته راوخی سي ګرم سړک ته راوخی سي موږ کار خرابوي، نو موږ ناوخته کوي. بس الله دې دوی ته هدایت د نیکي ورکړي. په کور کې که یو ګیلاس ماشوم مات کړي هغه ته داسې چاپېړه ورکوي چې وروره ګله درې ورځې ډوډۍ نه خوري، او دلته دا پوخ سړک باندې دوی ګرځي. ته دا ځلې ویډیو ما ته راولېږه چې زه ټول دنیا ته وخیم. صحیح ده، ډیره مننه استاد جان. خیر اوسئ ګرانو کتونکو، تاسو څو تصویرونه وګورئ، انشاءالله دوباره تاسو په چوپړ کې یو.
انجینر صاحب واقعا که بیچاره اش که شیخ مردید نمیفهم چرا میگم میشه شما بالا به مردم خنده آوردین. واقعا که احساسش قابل قدر است و بس جوانده اوست انجینر صاحب قربانده احساس نه دیره منه نه خیر است قربانده دی احساس نه پویگو منگا تاسو طول یا بل سر باید همکار و تاسو جوانده اوست که دیمو غاگ موچت کرده دی یکینا په دوه وطن باندې د مو زړه درد خو یقینا بالکل بالکل دا دوام ځل دی چې زه په دوه شهرو کې پاتې شوی یم. بله د لومړي ځل دپاره په 2002 کال کې چې د دراني نه تکولې پښتو پرې چې دا دوه ځلو کې تکمیل شوله. بله لومړی ځل یې د کابل نه تر کنداره پورې دا وای وای بیا د کندهار نه تر هراته پورې نو موږ له تاسو نه ډېر خوښ وو خوشحاله یو یقینا تاسو د افغانستان د مظلوم ملت هغه آواز مقاماتو سه ویه تاسو چې زحمت وباسئ تکلیف وباسئ تر دوزه پورې په دو دوړو په دو ګردو کې یقینا موږ د تاسو د تلویزیون د تاسو د رسنۍ د لارې نه د ټولو ملت نه د ټول افغانستان د خلکو نه منندوی کوو معذرت غواړو چې یقینا خلک هم په عذاب کړي دي ازرده کړي دي ګردونه او دا شان ورته جوړ کړي دي چون دلته څو علتونه دي یو خدا چې د مو په دې ساحه کې چې دا د اوبو کمښت دی ځکه اوورال په افغانستان کې د اوبو کمبود سه مو مخ یو بیا کله د کومې باوړۍ نه یا د کوم هغه نه اوبه واخلو هغه تقریبا یوه ورځ دوې ورځې اوبه راکوي وروسته د دوو ورځو نه راته وایي چې د مو کښتونه یا پرزه نه کوم هغه چې لرو او رسیدګي نه شو کړی د مو کښتونه هغه کېږي چې بلي د مشکل سره مخامخ کیږي د اوبو د کمبود سره مخامخ کیږي نو لکه څنګه چې امیر صاحب مخکې په خبرو کې تاسو یادوري وکړه یو تعداد خلک یعنی موږ ته ډېر بد رد وایي یعنې بیخي توهینوي یعنی موږ ډېر په وزر او ډېر په انسانیت او ډېر په شرافت ورته وایي چې وروره دا وطن یا دا سرک خو د موږ شخصي نه دی د موږ شخصي کور نه دی حداقل موږ ته د موږ پروسر خرابوي وي ځکه د دې په خاطر باندې یو یا وره چې کوم ځای کې موږ هغه د آزمون پروسه مخکې بیایو هغلته دی پې راپورته شي په سرک باندې نو هغه بیا ډېر په سختۍ باندې کېږي دا موټرسکینه نه دي اوس چې روان دی دا اوس په اکثرات قسمتو کې هغه پوره کمپکشن نه وي پورته کړی دی هغه ته پورته کېږي دغو بینډر یا ټي بي ته هغه خط کې پاتې کېږي په همدو رقم سه پاتې کېږي هغه موږ مجبوره یو که هغو ته نور ډېر کمپکشن ورکوو اغه غو پاتیک حالت سی یعنی اغه خسته حالت سی اغه کمپکشن تو غسل پورتکی غه خلاد المنززی نو دا ستونز مشکلات پغه کې شته دي چې بلی په خلکو یا د زرواکان چې پورتکی یا تاسو مشرانو سره دا خبره کله شریک کړی ده کنه بل ورته ویلیم دی مشرانو تمام ویلی خو مشرانو بشرګان خدا خو تقریبا مومی شارا ده یولس دولس ولات خلک او برو مرور په کو نو ټول خلک نو مشخص کیږي چې موږ ورته وایو اوس ډېر ځای کې ګوره تاسو دیدو په دوه مسیر باندې وګورئ په اکثرات ځای کې یا به تاسو پورته هم لیدلي وي کته خو ته هم چې تللي وایه موږ ډبرې ورته ایښي وي ستش هغه لارې هم بندې کړې وي دی یعنې هغه لارې بېرته خلاصوي د موږ یوه پروسه او کاري دا ده چې روزمره یعنې هغه لارې تړو او دی بېرته خلاصوي حتی په سرک باندې مې هغه ایښي دي چې بلې ډبرې ورته ایښي وي هغه ډبرې پورته کوي او دی پرې راځي باور دی وشه چې دغه د تاسو وخت ما سزای نه شي بل از استرالیا راغلی و په دغو ډایویژن باندې یری و ډېرې دوړې پې لوېدلې وې په مخ او څېره باندې ما د موټر نه یو ماسک ورته ونیولو همې چې ورته ونیوه ده داسې کوم هغه ونه کړله چې بلې چې یا مننه وکړو یا تشکر بیا مې په دري ورته ووې په غوم پوه نه شو بیا مې ورته وې انګلیسي خبرې کې وو ما وې د سیټ ته شه بیا مې چې سیټ ته کوم پوښتنه ځنه وکړه کوم ځای نه راغلی و بایسکل دلته د خاورو کې د دوړو کې وی چې د استرالیا نه راغلی و د اندونیشیا نه مې راکت کړی او ویش نیم زره کیلومتره فاصله یې طی کړې وه ما سه عکسونه هم شته زه به بیا درته واستوم په وخت ما ورته وویم هغه لاړ شه چې بلې دو سرک د تاسو خو بایسکل دی وی چې دا غیر قانوني کېږي ځکه زه قانون خلاف عمل قانون نه خرابوم
ما وی تاسو خو باسکل دی مشکل نشته دی بچ نه دا کار نکرم زکه تاسو یالته لاره بنده کړی نو چې لاره بنده د په موږ دوړې می قبول دی تو عزیز دیگه انجینر صاحبم قبلا هم بر شما گفت که ما اینجا را قیر میکنیم باز یک کس سر قیر بالا میشه یکی زور میگه یکی از نافهمی یکی از نادانی که هر چی برش میگیم نمیفهمه حالا میخبر ما و شما جور میشه اگه در خارج باشیم باور کو یک پوست سازق غیر قانونی یک جای انداخته نمیتونیم چی برسه به سرک کامل منفعه است برای کل مردم است بیایید تو سر ازی زورمندی کنی یا سر ازی بایسکل یا موتر یا موترسکل بچلانی ما بازم خواهش میکنیم که شما کم حوصله مندی تا نه به خرج بتین تا که سرک به خیر آماده شو به خاطر بهره برداری سپرده شو با شما هر روز رفت آمد کنین دیگه آخری پیغام دی انجینر صاحب محترم فقط هوادوال ته ما پیغام د غلطه دی هغه استادان ته یا پرزند ترافیکو مسئولینو ته چې په دغه لار باندې عبور و مرور کو په ډرایویژن په خامه کې اول خمو معذرت زنه غړو موږ مجبور یو ځکه د دې هغه موقتی وخت چې دلته هغه کاپی اندازه او به د نشتون سمو مخامخ یو موږ معذرت زنه غړو ان شاء الله رحمان موږ هر ځای کې چې سرک دوه طبقه مخکې تکمیل کړی دی د موږ پخته سرک ته راپورته کیو او پیام هم دغه مسئولینو ته دغه دی چې موږ هم د وطن وګړي یو رسمي دندر سپارل شوې ده نو که دغه هغه د موږ سره لږ ښه سلوک وکړو او لږ ادا کړه د موږ پیام واخلي لږ د موږ خبره ومني او د موږ د کاري پروسې تخند واقع نشي یا مزایمت ورته ونه کړو ان شاء الله رحمان موږ ودول ته وعده ورکوي چې کوم ټارګټ موږ ته راکړل شوی دی یعنی دوی میاشتې وروسته موږ دغه 40 کیلومتره سرک په اساسي شکل سره وصل کیو او د تاسو نه منندوی کوو منندوی مو یو باور دی ورشه چې د ما په سترګو کې وښکر پیدا شوی د تاسو یې چې د خلکو آواز هم پورته کړی دی یو ځای ته هم سوالی دی نو خدای دې تاسو بریالي لري تاسو د خدای کامیاب لري مو په تاسو ویار لرو تل خوښ او خوشاله اوسه ډیر مننه الله دې زتمن لره خوشاله اوسه دوستو دغه نه انجینر صاحب بر ما د جیب ما چې چیرې موندا ایت انرژي درنګ اس کمپنی ما چې سوپر کولوس یا کوکا کولا دغه یو همیشه مو حمایت مالی کردن دغه هم باید حمایت دې باکه نه زه غواړم چې په دې ساحه کې د اساسي چای نه پیدا کیږي تاسو خدمت وکړو دا ډیر لوی خبره ده دغه زحمت یستلای انرژي با قدرت که در ساحه بردگ هستیم دیگه ما نوسجان میکنیم دوستا او طرف شما هم تصویر را ببینند دیگه در حال آپاشی است تانکر دیگه امیدوار هستیم کمی هم هموطنای ما که در اینجا آب دارن بر از انجینر صاحب و دوستا حداقل یک تانکر دو تانکر که از هر ساحه آب برشان بته ای خاک باد هم گم میشه بخیر 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 سال احوال شکر تو دب نه نه زال تو بچکم زو بچکم والا چه و بچکم تمت مسی زفا نه تم نه کنم تو خبال نه انجینر صاحب بودا سنگا خیلی لطف کردن انجینر صاحب دیگه خب دوستان نازنین دوباره خوش آمدین بالاخره قیره که در گزارش قبلی شما دیدین که با مساحه فکر کنم شش قلا بود ساخته می شد فعلا دیگه از اونجا قیر انتقال کرده بعد از یک پروسه کاملا کامپیوتری دیگه داخل ماشینری ریخته می شه و همه تو میره این سرک با پیش این دیگه فکر کنم با گفته انجینر صاحب 40 کیلومتر است که فعلا در 19 کیلومتری شاید یا 20 کیلومتری 19 جمع 250 هستم بله خب امروز از 20 میگذره بخیر بله امروز ان شاء الله رحمان 1200 متر تکمیل میشه یعنی 1.2 کیلومتر بسیار خب این کارگرا با شبانه اینجا جای دارن دیگه حتماً یا خانه خودن میرن نه اینجا کمپ است دا کمپ تمام 3 دانه کمپ دارن به هر کمپ که نزدیک ما باشه از طرف شاو نان و امکانات همگی فسیلیتی برش برابر است از شما هم خانه اینجا نزدیک است؟ خانه ما نخیر در کابل است پیلن در میجا چه خواه وقت میشه که طفلا را ندیدیم؟ تقریبا یک ماه میشه یک ماه بله خب امی که هر دوست ما از رای دور میه کار میکنه زحمت میکشه از خانه و خانواده دور به خاطر وطن خود دیگه شما هم لطفا یکمک حوصله کنین کسایی که در این مسیر میرین میاین و همچنان کسایی که در قیر جدید بالا میشن بدون اجازه انجینر صاحب واقعا دیگه به نظر ما جای تاسف است امیدوار هستیم با دیدن و شنیدن این ویدیوی ما دیگه کمک شما هم سر به گریبان کنین
یکمک احساس وطن دوستی داشته باشه. باش که برادر ما چی کار است؟ عامر صاحب مالی همی است، پیسا پیش از همی است. خب چیز مانده یا نمانده؟ سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. زمانم عبدالولی ده پکتیا ولایت ضرورت ولسوالی سودم کنه. دیر بلحال ده شرکت که ده فایننس برخه که کار کنه. دیر کم مسئولیتون و کم بخش که تاسو ده پیسی مصرف پاوی؟ سر ده کارگران و ماش ده کم؟ زو خپلا ده کارگران و ماش ده غو ماشون اولا کومه او ده وسایت کم واریز و یه غو ده پر خریداری کومه. دیر دوری بندو بسته می تاسو پا غارده؟ نه 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 څنګه د دې کار سره کار څنګه دا او څنګه ته نه خوښي او خلکو ته څه پیغام لري؟ ان شاء الله دا کار ان شاء الله ښه روان ده او خلکو ته ان شاء الله پیغام ده چې ان شاء الله کار نه ښه په مخ روان دي او دوی لږ حوصله وکړي او لږ څو ورځې حوصله وکړي ان شاء الله 15 ورځې کې به څه زیاته صحه او تماده وي. ډیره مننه. سلامت اوسې ژوند دا پهلوان څنګه جوړه بخیر ته دلته څه کوې ځوانه؟ زه کارګر یم. څه کار کوې ته؟ بلچې کار. ښه زور دې رسېږي که نه؟ ښه. څنګه دا کورونه همدلته دي که بل ځای کې؟ کابل کې. کابل کې د شپې دلته تېرې؟ ښه ښه. څنګه دې بلچې کار کوې که نور کار دې مزده ده؟ و نور کار مزده ده، همدغه بلچې کار شته. ښه ښه ښه. ډېره مننه، سلامت اوسې. ښه څنګه دا خلیکایی کاگران. خب دوستان عزیز، انجنیر صاحب فعلا ما در حال تخلیه قیر هستیم. بله بله، آسفالت است. بخیر. از امو فاصله که خیر آوردم میشه گرم از دیگه. بله بله، او بستاندار دراجه حرارت داشته از کسکشن نور انجنیری مونیم است. یا دا وقت تخلیه، دا وقت بیوینگ کلش چک میشه. یک مدت چقدر جای موتور مربع را خیر میتونه؟ موتور رو فرق میکنه، بعضی 20 تون میاره، بعضی 35 تون میاره، بعضی 30 تون میاره. از 20 گرفتن تا 30 متر سهارا میگیره. متر تون. متر مربع با عرض آف متر خود یاد میشه. خب این موتور ها دیگه پای در پای آماده است، یکیش خلاص رو بگیش میاره؟ بله بله، سال انداخته میشه، چون اگر سال انداخته میشه باز جانچ میاد، سرک باز موج پیدا میکنه. و اون ماشین را باید تا چند بار بره بیای و وظیفه هر ماشینری فرق میکنه؟ بله بله، این که شما میبینین این خوب پیوار است. بله این همی مکسه که بندر از این اموار میکنه، لیول میکنه و او دیگه ماشین را که هست باید از این تندم یا تندم در 140 درجه بله. مطابق نورم وقتی که ما حرارت چک میکنیم 140 بابات ما جواز داریم که تندم بگرده. بله. بعد از او پی تی آن اون همو ماشین هایی که شما میبینی پشت سر که میگرده 7 تانه داریم از او پر است. بله. و بعد از 140 منوبت رفت آمد میکنه مطابق نورم انجینری تا او اخی باید بگرده که درجه حرارت اسفالت از 80 پایین شوه و خط و خطای تایر پی تی آر که هسته و نمو از بین بره، از بین بره لیول شوه، جمپ و چیزاش از بین بره. شما میتونین که بالاتر ساحه که ما اسفالت کردیم بله نمی بندر کورس است. بله. بعد از این یک طبقه دیگه داریم به نام ویرن کورس که اونو بیخی صفر صفر میشه، باید موتر طوره بره که هیچ احساس جمپ و لرزه و مرزه نکنه. شما میتونین بالاتر چک کنین و ببینین که چی رقم ما لیول کردیم، چی رقم موترا میره. بله. انشالله صفر صفر این امیره جور کردیم. بله. کیبل که شما میبینین این کیبل سنسر است. بله. این امی با توسط لیول اجست میشه. بله. چک میشه، برابر میشه. بعد از اون امو ماشین دمی بغل یک بکسک که داره او سنسر است. سنسر باز عین با خود کیبل میره، یک میلی تا و بالا نمیشه، تا و بالا از اول او ست میشه دیگه. باش کمی ببینین علایمین جزیره. بله بله. چی رقم میره کیبل از بالای از او یک میلی فرق نمیکنه. بسیار خوب دیگه. خب اینجا ما در دست انجینر صاحب یک گیر چه دیدم، فکر بله کنم ای که ای چی کار انجام میده انجینر صاحب؟ دا تودوخ ادراجه معلوموی چې یو سل 15 پتونه تاویه او پر پلانټ کې موږ حرارت ورته ورکوو و دا په سایه ته چې راځي اده اقل هغه یو سل پنځه دېرش نه تقریبا یو سل
پنځه پنځوس پریوي چې دغه تقریبا یو سل پنځه پنځه اشاره پنځه راغلی. اوس وضعیت څنګه دی؟ اوس بیخي مغه د موږ د ریکوایرمنټ مطابق حرارت لري. دا چې لږ وروسته بیا څه کوئ که نه هم دغه دقیقه په هر موټر علایده لده چې کوو او کله چې دغه پی ټی آرونه یا هغه ټیمډمې ورته راځي چې موږ اجازه ورته ورکوو د رول. اوس کامره نږدې راغی ته اوس معلومات بیرته له سره دوستانو سره شریک کړو. دا د څه شي لپاره ده؟ د تودوخې درجه موږ ته معلوموي چې موږ په پلانټ کې یا په هغلته په دستګاه کې چې تاسو ورغلي وی هغلته ته یو سل پنځه شپېته نه ته یو سل اویاو پورې حرارت ورکوو او کله چې په دلاره باندې راځي کوم ځای کې موټر تام نه شي یا وریز نه وي کړي کله چې د پیور نه دغه غره وځي اسفالت دلته دوباره موږ چکوو هر موټر علایده علایده چې اده کل موږ ته په ساحه کې د یو سل پنځه درش نه تر پنځه پنځوس یا تر شپېته پورې حرارت موجود وي او بیا یې وخت په وخت باندې په دې خاطر چکوو چې د موږ دغه ماشینري چې شاست تاسو په تصویر کې وینئ دغه چې راځي نوغو ته هغه خپلې مرحلې لري چې کومه پی ټي آر څه وخت راشي یا ټینډم څه وخت راشي یو نو هغه نظر بغو د ټمپریچر یا حرارت ته په کتو سره موږ اجازه ورته ورکوو چې دی خپل پاسونه شروع کړي. ډېر ښه. خب تا سی سی و پنج درجه هم که باشه مشکل نداره؟ هیچ مشکل نداره. ازی پایین کشه ازی پایین کشه و مسترد میکنم. بسیار خوب. قربانتان سلامت باشین. خب حالا یک بار دیگه اگر چک کنیم چی نتیجه خود گرفتیم؟ دور است اینجا باز اثر چی میکنیم چون ببینن دوستا تصویر که چی میگن. بله بله چون وقفه موتر از اون موتر تا این موتر تقریبا وقتر آمده بود ممکن تمپریچر یو کمک پایین تر باشه. خب او خوب مشکل نداره چون سرازی دیگه ماشینری میایه بخیر راست یا ماشینری را میخوایم با استیل درام که هست و شکل پلیزی که هست بله بله و اول مواد را داون میکنه پایین میکنه بله بعد از اون پاسای پی تی آر که تیره رابری داره و پاسای خودش رو میکنه. بسیار خب فکر کنم در 140 رسیده فعلا 140 رسیده بله فعلا دیگه قابل برگشت نیست دیگه برگشت نیست و تا فعلا ما اجازه نمیتم که اون ماشینری که در پوینتر استاد است که پیش بره. خب اول باید او بیاید بعد از او باید ماشینری. بله. خب دوستان این مرحله را شما تعقیب کنن انشاءالله دوباره با شما هستیم چند تصویر ببینن. خودت چی میکنی اینجا؟ وظیفه چیه؟ وظیفه ما سیم بسته کردن است. سیم چی؟ همین سیما رو بسته میکنیم. خب اینی رجا؟ رجا رو بسته میکنیم. خب این دیگه باید فکس باشه؟ فکس باشه. این رو باید چه کام میکنی پیش از اینکه قیر بیایه به خاطر از اینکه اینجا لیول میکنیم بعد از دیگه جای بند نشده باشه که باز قیر تا بلند پایین نبیانه؟ پخش بلند میشه باز. خب چقدر دیر باد باز یک سیخ اونجا میزنی؟ ده متر باد. ده متر باد. خب وظیفه تو هم میازه؟ آه اینه میازه. خب این را دو طرفه باید رجبندی کنی سیخ بزنی؟ دو طرفه رجبندی کنی. خب بسیار
چند سانتی است بلندیش؟ بلندیش 10 سانتی. 10 سانتی. خب اینا این لاک خلاص شد یک لای دگام است یا تمام است؟ وایرینگ است. خب او دیگه لای است. او باز کمتر است. 6 سانتی است. 6 سانتی. وای پایینش که است چی است؟ جغل است. نه او هم 12 سانتی میافته. خب 10 سانتی میافته. نه اونو قبلی؟ آ قبلی. خب 12 و 10 است 6 امو. 12 و 6 18 18 و 10 28 28 28 سانتی خریزی میشه. کمپکشن میشه. خب پس 26 میشه که محکم شد. دو سانتی ها هر کدوم یکی دو سانتی پایین میره که سخت شوه بر رفت آمد. موتور تیلر که بار داشته باشه بره در سرک مشکل نداره؟ نه مشکل نداره. بس نظر به مو وزن که تعیین شده. آه اونم تعیین شده. از او باید بالا بار نکنن. بار نمیکنه دیگه. همه ترازو. بسیار خوب. خب این دوستا دیگه کلش همینجا مصروف کار است. هموطنای نازنین از این لالا دیگه نمی رجبندی است که پخش و بلند نشه به خاطر که با سرک کج نبیاید. همه طور است نی؟ از تو کار چی است؟ کاری ما کشکاری است. چی؟ کشکار. خب کشک میکنی؟ همین سنگای کلان هست. بسیار خوب. به تا کار چی هست؟ زمانگه بلچه کار ده. که بلچه بند خلق واهی؟ نه بیر بند خلق کداغ سی واه کداغ کرش ما چوز مون بلچه کاری نکی؟ نه بلچه کرش سلامت تو سر محمد تو چنگه؟ سلامت علیکم خوب هستی؟ بشر هستی؟ قربانه من دستی جای دیگه هم کار کردی؟ آه بله اینجا در کجا؟ پار سال همی جا کردی شما بودیم تا کدیزی پروژه در کابل هم در کدام سرک کار کردی؟ نه در کابل در پروژه بودیم خب در اینجا دیگه مصروف کار است یا؟ آه بله اینجا تپک مسئولیت موسیم کار تو تپک همی بغلای بغل سرک هست آه بله خب که وقت موتر تیر شوه تایرش بند نشه و تو آرام بتانه بالا شوه نه همی سرک باید خراب نشه که بیران نشه سرک ساده شوی تو خب از کارت راضی هستی؟ بسیار زیاد حالا دیری سفید کار میکنی مری جام هستی دیگه حالا نه حالا خوب شدم سوزن پیچکاری کردم دیگه حالا فضل خوب شدم خوب هستی حالا برو شکر که خوب سلامت هستی قربانت ما بر دعا میکنیم خداوند یک جان تشکر سلامت باشیم صحتمند باشی همیشه ما خودم هم از پنده هستم از ولایت غزنی خب بسیار اینجا آمدیم یک دانه انرژی ما برات میتون میره نوش جان که خب ما خوردیم اینجا این انرژی هت است ای از طرف ما توفه است باش که ما بر دوازش هم کنم این انرژی هت ما باید باری تان بیارم این انرژی هت که از ما را حمایت مالی کرده همیشه در خدمت ما بوده دیگه تشکر میکنیم از پیشش همیاز که ما به ولایت ها سفر میکنیم دیگه میریم بخیر یکان جای چکر هم میزنیم از حال احوال هم وطن هم خبر میشیم دیگه انرژی را که انرژی هیت بخوری بخیر باز یک جان تشکر اگر امروز یک کیلومتر قیر کردی سبا باز دو کیلومتر قیر میکنی صحیح؟ ایران نوش جان که با انرژی باشی قربانت سلامت باشی انرژی هیت نوش جان که بخیر اینه تر اینجا عکس هم داره بخیلم نه؟ عکس چی هستی؟ گو هست؟ فیل هست نوشک جان نه گاو است او بده گاوای شاخ دارد نوشک جان کاکا که همه تو با انرژی باشی سلامت باشی انجینر تو انرژی را بخو ما او است ایس بخیر باشی الحمدلله قربانت سلامت باشی بخیر باشی سلامت باشی با عزت باشی انرژی را نوش جان که مزیش چطوره بیخی شربت از دیگه نیم بخیر باشی سلامت باشی دوستای نازنین رسیدیم به پایان برنامه امیدوار هستیم که از این برنامه شما لذت برده باشین صحبت های انجینر صاحب هم شنیدین از دیگه دوستا را واقعا که انجینر صاحب احساساتش قابل قدر بود واقعا یک شخص وطن دوست با دیدن ما دیگه خیلی عشق هم ریخت دیگه دلیل شمی بود که ما را گفت شما صدای مردم هستین که میاین دیگه قدر رای دور همه صدای ما را از مردم و به گوش مسئولین و جهانیان میرسانین دیگه ما در سایه وردگ هستیم اینجا را هفت آسیاب میگه دیگه قریزی جریان داره هی بود گزارش امروز که خدمت شما تقدیم کردیم منتظر برنامه و گزارش های بعدی ما باشین ما در خدمت شما هستیم هر جای که هستین ایام به کامتان باشه الله حافظ و نگهدارتان